داخل ویدیو امروز میخوام بهتون آموزش بدم که چطوری میتونید فقط و فقط با یک اپلیکیشن موبایلی روزانه 15 دلار درآمد داشته باشید و خیلی ساده بتونید داخل تراست والتتون آن پولتون رو برداشت بزنید بچه ها. فقط و فقط نیازی که تا آخرین ویدیو رو نگاه بکنید اگر از این ویدیو خوشتون اومد یادتون نره که این ویدیو رو لایک بکنید کانال من سابسکرایب بکنید یک کانت برام بذارید و کلی به منرژی و انگیزه بچه لینک هر سایت و در واقع لینک دانلود این اپلیکیشن رو همین الان توی کانال تلگرام براتون گذاشتم پس حتما اصلا جوین تلگرام بشید لینک کانال تل... تلگرام توی دیسکریپشن همین ویدیو و توی کامنت اول براتون پین شده خیلی عشقید عاشقتونم دمتون گم رابط تک تک حمایتتون و اینکه بدون معطلی بزنید بریم سراغ این ویدیو خفن بچه داخل اپلیکیشن کوین وید هستیم در واقع من الان داخل وب اپلیکیشنش هستم هم خب اپلیکیشنش هم براتون میگم که کجا باید دانلود بکنید بچه این اپلیکیشن در واقع یک موتور میشه گفت ترید هستش موتور ترید که نمیشه گفت در واقع یک حالت صرافی تور داره که شما داخل این صرافی میتونید که ترید انجام برید هولدینگ انجام برید یا اینکه یک سری از پلن هاش رو خریداری بکنید که بات های تریدر بیان برای شما پول در بیارن که کاملا بهتون توضیح میدم به چه صورته سایت رو که باز میکنید خب این قسمت برای شما یه دونه در واقع قسمت خبرهای جدید رو براتون آورده یه دونه قسمت دیپازیت رو داریم که اگر روش کلیک بکنیم از بخش دیپازیت بچه شما میتونید که در واقع پول به سایت واریز بکنید و حالا اگر بخواید داخل این سایت تریدی انجام بدید هولینگ انجام بدید یا کلا ارزی خریداری بکنید باید از قسمت دیپازیت بیاید و در واقع پول به سایت واریز بکنید قسمت بعدی ویدرا هستش همونطور که بینید من دیپازیت برای ما اومد اون در واقع حالتی که میخوایم واریز بکنیم رو من مثلا یو اس میخوام واریز بکنم کانفرم میکنم و در واقع ست میکنید و خیلی ساده میتونید کارتون رو انجام بدید قسمت بعدی ویدرا هستش که شما زمانی که حالا یک پولی داشته باشید داخل سایت از این قسمت ویدرا میتونید پولتون رو برداشت بزنید بخش اکتیویتی سایت یک بخشی هستش که در واقع یک حالت اچیومنت هستش شما یک سری چیزها رو در واقع میتونید اکتیو بکنید مثل مثلا یک سری چیزها رو آپگرید بکنید یک سری کارها انجام بدید داخل سایت و بیاید و در واقع یک سری جوایزی رو دریافت بکنید بچه ها بخش بعدی بخش اینوایتیشن یا همون بخش زیر گیری هستش که قسمت بالای سایت لول زیر مجموعه گیریتون هستش که آقا شما الان لول چند لول چندید دارم میخوام قسمت بعدی در واقع یه دونه سمت راست براتون کلاس وان زده که همون لول اول همون زیر مجموعه هستش تا سه لول داخل این سایت شما میتونید زیر گیری انجام بدید و خب لول یک دارید لول دو و لول سه سمت پایینتون در روی یه دونه اینوایتیشن لینک دارید همین که الان ما کلیک کردیم روش و کپی شد که در واقع https mcoinwit.com فلان پایینش هم میدونه اینوایتیشن کد دارید که xl2zc4 هستش برای من خب اینوایتیشن لینک مطمئنا میدونید در واقع لینکی هستش که هر فردی با استفاده از اون لینک یا داخل این سایت رجیستر انجام بده و اکانت بسازه زیر مجموعه شما به حساب میاد و اینکه میتونید که از یک سری مزایا از اون فرد مثلا برخوردار بشید حالا یک سری درصد هایی هستش که فرد اگر سرمایه گذاری بکنه خب شما پول برداشت میزنید از سایت این وایتش لینک هم همونه فقط فرد موقعی که داره در واقع اکانتش رو میسازه یه بخش رفرنس کد هستش که اون قسمت رفرنس کد کد زیر گیری هست. شما رو مثلا وارد میکنه و دوباره همون حالت زیر مجموعه اتفاق میفته بچه ها. که خب شما خودتون میتونید کد زیر مجموعه رو توی کامنت های همین ویدیو بچه ها بذارید و اینکه خب از زیر گیری استفاده بکنید که خب زیر مجموعه هم دیگه بشید به نظرم کار باحال و خوبی میتونه باشه بچه ها قسمت پایین یه دونه بخش مای تیم داره اگر توی قسمت مای تیم رو در واقع کلیک بکنید دقیقا همون تعداد زیر مجموعه هاتون رو و در واقع یوزر هایی که زیر مجموع شما هستن رو نشون میده بخش تیم ریپورت رو اگر ببینید اون آمار و ارقامی که زیر مجموعه هاتون اومدن مثلا دیپازیت انجام دادن سود به دست آوردن یا زیر تون زیر گرفته کلا بخش های مربوط به اینکه زیر هاتون چی کار کردن و از چه طریق پول در آوردن رو بهتون میگه مثلا بخش اول اوورویو هستش که یک نگاه کلیه بخش دوم گیمه حالا از طریق گیم ها اگر درآمدی داشتن بحث بعدی باینری آپشن هستش و سکند کانترکت و چیزهای مختلف که میتونید ببینیدش بچه ها بخش دیگه مثلا یه دونه گیم رکورد هستش که توی بحث گیم رکوردز در واقع اون تراکنش هایی که از طریق گیم به دست آوردید رو اینجا میتونید ببینید بچه ها و بخش بالا شما یادم رفت بحث ترانزکشنز که در واقع اون تراکنش هایی هستش که از طریق این سایت اومدید و پول ازشون به دست آوردید بچا و موضوع بعدی یه دونه سکند کانترکت هستش که کاری باش نداریم اسپورت رکورد و کلا این قسمت میتونید رکوردز و در واقع تاریخچه کارهایی که انجام دارید رو ببینید بچا توی صفحه اصلی اگر بیایم این قسمت دوباره یه دونه بخش گیم داریم که اگر کلیک بکنیم روش بازی های هستش که شما داخل این سایت میتونید انجام بدید و حالا از طریق بازی ها بیاید و پول به دست بیارید هر بازی رو براتون زده مثلا یه دونه بازی کرش دارید یه ای دونه این قسمت رد گرینه، زده مثلا یه دقیقه طول کشه دوباره یه دونه بلاکس دارید که یه دقیقه طول میکشه یه دونه دیسک دارید که یه دقیقه طول و اینا بخش هات هست یعنی که خود سایت پیشنهاد میکنه و میگه که درآمد اوکی داره بخش بعدی بخش آل هستش که کلی بازی براتون میاره یعنی انواع اقسام بازی ها رو برای شما میاره حالا پنج دقیقه ای داره و سه دقیقه یه دقیقه حالا ده دقیقه ای بس به بازی شما داره که میتونید بیاید و انجامش بدید یه دونه قسمت در واقع ترندز هم داره که بازی هایی که بیشتر مردم انجام میدن رو بر شما میاره که خب شما میتونید بیاید و ببینید که به چه صورت هستش و وینرز رو داره که برنده های بازی ها رو میتونید ببینید از بخش وینرز که آقا مثلا چقدر پول به دست آورده چقدر مثلا یکی از یه بازی یه دقیقه حدودا 589 دلار میبینید همینجوری داشت آپدیت میشد و قسمت بعدی گیم ریکورد هستش که این بر... مربوط به شما اگر بازی نکرده باشید براتون خب چیزی نمیاد بخش بعدی هم رنکینگ هستش که رنک های مختلف رو بهتون نشون میده که آقا چقدر از این سایت پول دروردن همطور که میبینید این قسمت بچه ها حدودا 311 هزار دلار ببینید این به USDT هستش 311 هزار دلار از این سایت و از این بازی پول دروردن بچه ها حالا این تا نفر 20 اگر برید نفر 20 حدود 100 هزار دلار از این سایت و این بازی ها پول به دست آورد بچه‌ها که میگم در مسائل خفنی میتونید داشته باشید بخش بعدی بخش هلپ هستش اگه کلیک بکنید که پشیبانی سایت هستش حالا اون چیزهایی که معمولا مردم میخوان رو اینجا میتونید ببینید که حالا بخش ترانزکشن بی هستش تر... مثلا اون کارمزد تراکنشتون هستش و چیزهای مختلفی که این قسمت میتونید داشته باشید که حالا اگر به مشکلی برخوردید میتونید این قسمت help کمک بگیرید و اگر با پشتیبانی سایت کار داشتید توی بخش سرویس رو کلیک میکنید و مستقیما شما رو وصل میکنه به پشتیبانی که اگر ببینید اینجا داره برای ما لود میکنه که من نمیخوام لود کنه اگر بشه به این صورت هستش ها و من از این بیام بیرون خب پایین تر که بیایید برای شما رو یک رنکینگ برای ارزهای دیجیتال رو بهتون نشون میده که قیمت ارزهای دیجیتال رو به شما نشون میده در واقع که مثلا بیت کوین و اتریوم و نمیدونم بی... چیزهای مختلف که حالا میتونید ببینید حالت چارت توریه قسمت بعدی مارکت هستش بچه ها که این بخش مارکت رو اگر برای ما بیاره من دارم کلیک میکنم روش این مقدار ترافیک سایت بالا شما از این قسمت میتونید در واقع سه تا بخش فیوریت دارید اسپات و سوآپ رو دارید بچه‌ها بخش اسپات که حالا همون بخش معمولیش هستش که میتونید ترید بیاید انجام بدید و فیوریت اگر ارز دیجیتالی رو بیاید جزو فیوریت های خودتون قرار بدید و بخش سواب برای تعویز ارز دیجیتال شما هستش یعنی اگر بخواید مثلا بیت کوین رو تبدیل به اتریوم بکنید از بخش سواب میتونید اقدام بکنید بخش ترید بچه ها بخشی هستش که دیگه چارت برای شما باز میشه و شما میتونید بیاید و درگاه باز بکنید و ترید انجام بدید داخل این سایت حالا هر مدلی که دوست داشتید الان من نیازه که در بیام و در معرفی انجام بدم و در داخل سایت عضو بشم اگر بتونیم این رو بیاریم این ورک یک کم لودینگش داره طول میکشه خب به این صورت هستش که گفتم مثلا ترید هم میتونید انجام بدید داخل سایت و یکم باید سب بکنیم که برای ما بیاره بچه ها این رو خب بخش ترید هم بهتون توضیح دادم یه بخش چت هستش که چت آنلاین شما میتونید با حالا هم افرادی که داخل این سایت فعالیت میکنن آنلاین چت بکنید و همین که در واقع ببینید پلن هاشون رو ببینید و چیزهای مختلف یه دونه بخش می که بخش آخر ما هسته شما از قسمت بالا بالانس رو دارید که اون میزان پولی هستش که تا به الان در واقع به دست آوردید بخش دوم ترانزیکشنز هستش که همون تراکنش هایی هستش که به دست آوردید بخش سوم اینوایتیشن هستش که توضیح دادم بهتون از بخش لنگویج شما زبان سایت رو میتونید عوض بکنید که در به این زبان هایی که میبینید انگلیسی و حالا این چینی ژاپنی چیه اسپانیایی پرتغالی و در واقع ترکی زبان که حالا من میشناسم میتونید عوض بکنید بخش سرویس هم که برای همون بخش پشتیبانی هستش و ستینگ هم شما حالا بخواید پسورد عوض بکنید شماره ست بکنید و چیزهای مختلف بچه از بخش همون هوم پیجتون اگر روی این قسمت بالا بذارید من زوم بکنم روش روی این قسمت بالا همین برای جانلود هستش اگر نگاه بکنید باز در روی این گزینه میتونید اپلیکیشن سایت رو جانلود بکنید بچه که حالا اگر خواستید دانلود هم بکنید به یک حالتی میشه که داشته باشیدش اما خب دانلود نمیخواد برای دوستانی که آیفون هستن من بتونید یک راهی نشون میدم که بتونید اپلیکیشن رو به صورت وب اپلیکیشن داشته باشید شما این گزینه رو کلیک میکنید و این قسمت اد در واقع اجازه بدید اد تو هوم اسکرین رو میزنید و به عنوان کوین وید سیوش میکنید بچا یک همچین حالتی میشه میبینید که من مثلا اپلیکیشن دارم این قسمت کوین اگر کلیک بکنم برای من اپلیکیشنش به صورت یک وب اپلیکیشن باز میشه بچه اما خب این یک حالت در واقع چجوری بهتون بگم میبینید داره باز میکنه یک حالت اکستنشن هستش بچه یک حالت مثلا شورتکات و دسترسی آسانه اما اپلیکیشن رو ما دانلود نکردیم مستقیما باز ما رو میفرسته داخل سایت اگر ببینید اما خب اگر بخواید اپلیکیشنش رو دانلود بکنید که همون گزینه دانلودی که این بالا بهتون گفتم رو میزنید و مستقیما خود اپلیکیشن رو دانلود میکنید بچه ها خیلی ممنونم که تو اینجا ویدیو رو همراه من بودید اگر از ویدیو خوشتون اومد لایک کامنت و ساب نره بچه ها و اینکه خیلی عشقید دمتون گرم که این همه حمایت میکنید از من و اینکه تا ویدیو بعدی کلی مرون خودتون باشید سعی کنید پول دارشید و فعلا خدا نگهدار